نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، نمیدونی چی خوبه چی بد، نمیدونی چی کار باید کرد. مسیرت از سنگ پر میشه، دلت یه وقتایی دل خور میشه از اینون، اما بدون که هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنار آدم آرد شو. بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش، بگو بگو هر سقوط یعنی شروع پروازم. تموم دنیا اگه دست به دست هم بدن، سر راه توی صد بشن بازم. هرچی که باید اتفاق بیفته میفته یه روزی. نگران نباش، چون هرچی که باید اتفاق میفته میفته یه روزی. نگران نباش. نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، اگه یه وقتایی ترسیدی، اگه جواب خوبی رو بدی دیدی، بدون برگشتن ورق نزدی که دنیا همیشه تنگ و کوچیکه. یه روزی روبرو میشی بارزو. به خطای مستقیم مسیرت خیره شو و هیچ وقت اسیر پشت سر نشو. تو خاطره نرو، مثل باد از کنار آدم آرد شو. بذار پشت سرت بگن به همین دیوونه رو، بگن این دیوونه رو. فقط تو خلوت بگو با خودت همش، بگو. سلام علیکم، چطوری اردلان عزیزم؟ خوبی؟ مخلصم. سلام بچه ها، وقتتون بخیر. ایشالله که حالتون خوب باشه. خوش و خرم که نمیشه باشیم، ولی ایشالله که باشیم. خیلی مخلصیم. آخو بیم، یکی گفته که من فقط به عشق سیبیلای استاد میام. به کی؟ یعنی به درد دیگه نمیخوره؟ نه برای ایشالله که خیر. خب یه درسته اینو اوکی کنم تا دیگه گرم بگیری با بچه ها. یه پیج اگه یه دونه دو تا باز کنی بسه. خب بچه ها چطوری؟ صداتونی که نمیشنوم، کامنتاتونم که اینجا جل چشم ندارم ببینم، ولی آرزومون اینه که خوب باشید. دخترها پسرها همه خوب باشن. سخت خوب موندن، ولی خب تلاشمونو میکنیم که بهتر بمونیم. این اردلان نه دستنویسم که اینجا برات گذاشتم. خیلی خوب آقا، امروز میخوام جوز سعی بگم برات یه چیزایی، همشو که نه، ولی یه چیزایی بگم ببینیم چی عذاب در میاد. بیشتر میخوام روی رسم کردن نمودارهای جزء سعی و فهم نمودارهای جزء سعی کار کنیم، چیزی که حالا تو اغلب تستا میتونه کمک کننده باشه، تو فصل تابع، تو حد و حتی تو مشتق و کاربرد مشتق. از بدیهی ترین تعریف شروع کنیم که تعریف جزء سعیه. داداش تعریف جزء سعی x چیه؟ میگیم بزرگترین عدد سعیه نابیشتر از x. یعنی عدد صحیحه رو میخوام که یا پایین x، زیر x، کمتر از x، یا اینکه خود x، یعنی x صحیح باشه. خب مثلا جزء صحیح 2/14 قسمت صحیح این عدد واضحه که 2. هر عددی اساسا مثلا 2/14 از یه قسمت صحیح و یه قسمت اعشاری ساخته شده. 2/14 یه قسمت صحیحه، 2 داره یه دونه 10^14. حالا
مثلا منفی 3 و چه میدونم 6 دهم. میخوام ببینیم قسمت صحیح و اشار این چیه. ابتداییشو بگیم بفهمیم چیه. آقا قسمت صحیح این یعنی عدد صحیح قبلش، عدد صحیح پایین دستش، زیرش که میشه منفی 4. پس منفی 3 و 6 دهم رو اگر به عنوان یه قسمت صحیح و یه قسمت اعشاری بخوام نشون بدم، یا آقا منفی 4 به اضافه چند؟ 4 دهم. اشتباه نکنیم فکر کنیم 6 دهم قسمت اعشاری، قسمت اعشار منفی نخواهد شد. یه ذره بیشتر راجع به این بگیم. آقا هر عددی، هر عدد ایکسی از دو قسمت ساخته شده، یکی یه قسمت صحیح که اصطلاحاً به این تابع کف هم میگن، نمادش اینه. حالا کتاب ما میاد اینجوری با این براکته نشونش میده، خب دیگه عسر و حرجی نیست دیگه، چیکارش کنم. تابع کف میگن، میبره به سمت عدد پایینترش، عدد زیر دستش. و یه قسمت اعشاری، نماد قسمت اعشاری بچه ها متفاوته. یه سری کتاب ها میان اینا نماد قسمت اعشار میذارن، یه سری کتاب ها اینو میگن، یه سری کتاب ها اینو میگن تو رفرنس های مختلف ریاضی، یه سری جا هم اینو میگن. من بیشتر با این ور میرم. آره با این ور میرم ببینم چی در میاد ازش. خب قسمت اعشار یه عدد میشه چی؟ خود اون عدد منهای قسمت صحیحش. قطعا قسمت اعشار یه عدد بین صفر و یک. حواسم باشه یه تابع مهم اینجا پدید میاد. چه تابعی؟ تابع جزء اعشاری. قبل از اینکه اصلا به جزء صحیح واسشم، میخوام بگم جزء اعشاری چیه. تابعش یادت بمونه، x منهای جزء x. آقا هر چیزی منهای قسمت صحیحش یعنی قسمت اعشار آن چیز. مثلا قلمبه منهای جزء قلمبه، ما اصلا روزیمون وصله به قلمبه است. مثلا چه میدونم زهرمار منهای جزء زهرمار. چه میدونم چی کوفت خوبه؟ هرچی کوفت منهای جزء کوفت. این یعنی اعشار کوفت، این یعنی اعشار زهرمار، یعنی اعشار قلمبه، یعنی اعشار ایکس. هر چیزی، حتی بیان به هم بگن اف ایکس منهای جزء اف ایکس، این یعنی چی؟ قسمت اعشاری تابع اف ایکس. اوکی اینو دارم. این تعریف اولیه جزء صحیح و تعریف جزء اعشاری یه تابع. حالا ما می‌خوایم بیایم کار کنیم روی اینکه آقا جزء صحیح x چه شکلی داره اصلا. تابعی مثل y مساوی با جزء x. ببینید جزء x، تابع جزء x شبیه یه گیت بازرسیه. چی کار میکنه؟ میگه اعداد بیان ورود کنن، اشیا، آدما بیان ورود کنن. اگه آدم درستی بود که خودش بیاد بره، کاریش ندارم. درست بود یعنی صحیح بود، آدم صحیح درستی بود. اما اگه آدم درستی نبود، قسمت اعشارش ازش میگیرم، قسمت صحیحشو دوباره رها میکنم بره. پس خروجی ها این تابع فقط اعداد صحیحه، چیز دیگه از این تابع بیرون نمیاد. حالا من اگر بگم که x هم بین 0 و 1 باشه، x ورودی بین 0 و 1 باشه، بچه ها اعدادی که بین 0 و 1 خوابیدن مثل 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم، نیم، 6 دهم، اینا اعشار اینا چنده؟ میگم اشارش چنده؟ میگم قسمت صحیحش چنده؟ قسمت صحیح اینا چیه؟ مشخصا صفر. پس برای اعدادی که در رنج صفر تا یک خوابیدن، قسمت صحیح صفره. حالا اگر رنج من 1 تا 2 باشه، قسمت صحیح چیه اینجا؟ یکه. اگر عددم بین n و n به اضافه 1 باشه، قسمت صحیح چیه؟ خب n گرد میکنه به سمت عدد پایین تر دست خودش، کمتر از خودش، زیر خودش. میخوام برش بیام نمیشه. عددی که زیر خودشه، این میشه قسمت صحیح. پس این به من میگه واحد واحد به من بده تا من خروجی صحیح صحیح به تو بدم. یعنی اگه بهش بگی 1 تا 5، میگه خب خروجی ها میتونه 1 باشه 2 باشه 3 باشه 4 هم میتونه باشه، کدوم رو میخوای؟ میگه پس برای اینکه کار من راحت باشه، واحد واحد بهم دستور بده، منم صحیح صحیح بهت خروجی بدم. شکل این چجوری میشه؟ این بی پدر مادر چه ریخته؟ آ نگاه کن، تو بازه 0 تا 1 ثابت 0، تو بازه 1 تا 2 ثابت 1، تو بازه 2 تا 3 ثابت 2، تو بازه بعدی دوباره ثابت، بعدی بعدی، خب بعدی، قبلی، خب قبلی،
اصطلاحا به این تابه ها میگن چی اردن؟ میگن تابه های پله ای، شبیه پله است. اینا شبیه پله است. خب این پله الان یه خصلتی داره. بچه طول پله چقدره؟ طول پله چقدره؟ یک. چرا؟ چون من یه واحد به خوردش دادم. از صحیح تا صحیح بعدی. قد پله چقدره؟ ارتفاع پله چقدره؟ بازم یه واحد. چون از عدد صحیح صفر میخواد بره عدد صحیح بعدی. یعنی یه دونه جامپ باید بزنه بالا بشه یک. دوباره یه جامپ دیگه دو. پس کریپتو زیاد کار کردی. آه اصلا کارمون هم بدبختیمون هم. آقا اینجا یه واحدی طول پله، یه واحد میپره بالا، دوباره یه واحد، دوباره یه واحد میپره بالا، دوباره یه واحد و و و و و چه واحدی میپره بالا؟ اینجا میاد یه واحد، دوباره یه واحد میپره بالا، دوباره یه واحد، دوباره یه واحد، یه واحد، یه واحد. این هستی نیا که انگار اینجاها داره پله درست میشه. یه چیزی توجه کن، یه همیشه برای بچه ها گیج کننده است. چیش؟ نیا کن داداش این نوک پله ها رو ببین، انگار لبه پله است، تیزی نوک پله است که پامون همش گیر میکنه و شما سر میخوام بیم زمین. اینجا رو ببین، نوک پله همیشه توپره. تو تابه های جزء کایکس نوکش خیلی توپره. آره تو توپله نه توپره. توپره نه توپله. نوک پله، تیزی پله تو از سقر لاورا بی و تو بله توپره. این از این. حالا نگاه که آقا من کرمم میگیرم میگم جزء دو ایکس بگو. یادت باشه هفته پیش انتقال بوده باشی، وقتی تابه با دو ایکس ترکیب میشد چه بلایی سرش میومد؟ میومد نصف میشد، منقبض طولی میشد، تو راستای طول فشار بهش میومد جمع میشد، چون با دو ایکس ترکیب کردم. پس اینجا قد این طول پله ها چقدر میشه؟ تو جزء دو ایکس طول پله ها چقدر میشه؟ میشه نیم تا نیم تا. یعنی باید به این نیم تا نیم تا بدی ایکس رو. چرا؟ الان میگم. نگاه کن اینجا یه دو. به ایکس میدیم نیم تا نیم تا، اول ضرب در دوش میکنه، میکنه یکی یکی، بعد راحت جزء میکنه. خب الان با همین ترتیب نگاه کن، این تا صفر تا یه دوم یه پله زد صفر، یه واحد میپره بالا، اینجا میشه یک، پله بعدی رو میزنه تا چند؟ تا یک. دوباره نیم تا دیگه باید بیا جلو، ولی یکی باید بپره بالا، این میاد تا سه دوم. پس اندازه پله ها چی شد؟ نیم تا نیم تا. چرا نیم تا نیم تا؟ این قبلی یکی یکی بود، اومد با دو ایکس ترکیب شد، پس میشه نیم تا نیم تا. حالا فرض کنی آقا میخوام جزء سه ایکس رو حرف بزنم. بچه جزء سه ایکس چی میشه؟ اردن کامنت بازه؟ کامنت بازه. بچه جزء سه ایکس چی میشه؟ حال پله هاش جوریه؟ به من بگی چقدر چقدره؟ چقدر چقدره؟ طول پله؟ طول پله؟ نه طول پله ها. اندازه این پله چقدر چقدره وقتی میخوام جزء سه ایکس بگم؟ چقدره؟ یک سوم. یک سوم میره جلو. چرا؟ چون جزء ایکس که واحد واحد میگرفت این با سه ایکس ترکیبش کرده، میکنه یک سوم یک سوم یک سوم. اندازه این طول پله ها تو راست افقی میشه یک سوم یک سوم. نیست. حالا بچه ها بخوام بگم جزء ایکس چهارم، جزء ایکس چهارم چه بلایی سرش میاد؟ جزء x چهارم میشه چهار برابر. مخلصم. جزء x چهارمت میشه چهار برابر. یعنی طول پله ها کش میاد. چرا؟ چون داره در راستای طولی ترکیب اتفاق میفته. همون انتقال طولی هست که هفته پیش گفتیم. وقتی x چهارم رو ترکیب میکنم چهار برابرش میکنه. یعنی طول پله هم داره میشه چی؟ چهار تا چهار تا. آقا قصد و غرض در گفتن اینا چیه؟ الان یه ذره بریم جلو میبینیم. نگاه کن این 0 تا 4 یه پله میزنه. یه واحد میاد بالا، دوباره یه پله دیگه میزنه تا چند؟ تا 8. دوباره یه واحد میکشه بالا خودشو، دوباره یه پله دیگه میزنه تا چند؟ تا مضرب 4 بعدی، یعنی تا 12. و این داستان به بالا به پایین همینجوری 4 تا 4 تا ادامه خواهد داشت. پس من اندازه پله ها رو فهمیدم. بچه خب اگر که من جزء x پنجم داشته باشم، اندازه پله ها طول پله ها میشه چقدر؟ میشه 5 واحد. اگر جزء نگاه کن، اگر جزء 2x سوم داشتم، اینجا اندازه پله ها میشه چقدر؟ میشه 3 دوم 3 دوم. عکس این ضریبه جمعش کن آقا، جمعش. آقا kx جزء kx اندازه پله هاش اندازه پله ها این میشه یک به رو قدر کا. چون من نمیدونم کاه مثبت یا منفیه که، ولی یک به رو قدر کا اندازه پله ها. ارتفاع پله ها هنوز همون یکی یکی ها،
ببین وقتی جوزه 3x داری پله یه چی داری؟ سعودی، پله سعودی، جوزه 3x، جوزه x4، جوزه x5، جوزه 2x3. اما اگه برگرده بگه جوزه منفی x، این پله دیگه نزولیه، داره میره پایین، انگار پله رفته رو داریم برمیگردیم. بگیم جوزه منفی 3x، باز اندازه پله های سومیه سومیه، ولی پله نزولیه، پله نزولیه داره میاد پایین. پس ضریب مثبت ها پله سعودی، ضریب منفی ها پله نزولی. آقا اندازه پله ها تو بذار، نگران نوکشن همیشه بچه ها، یادت باشه کجا رو تو پر کنی، نوک پله تو پر. یعنی اگر پله نزولی کشیدی، بچه گیج میشه اینجا، آقا من کجا رو تو پر کنم؟ بی خیال بابا، نوک پر، نوک پر، این تیزی پله پر، تیزیش پر و الی آخر. سایزش هم که معلومه، یه سوم یه سوم یه سوم یه سوم. اوکی این است. خب بریم رو، پس سایزشو فهمیدیم، کجاشو نوکشو فهمیدیم، سایزشو فهمیدیم. آره این اینه. پیداش کردم. آقا اینجا مطلبشو برات نوشتم گذاشتم. ببین در نمودار توابعی به فرم جزء کا ایکس همواره نوک پله تو پره. نگاه کن اینجا رو، نوک نوک پر پر. اینجا رو ببین، این یکی نزولیه، منفی x سوم، پس سه تا، ولی بازم نوکش پر، نوک پر، نوک پر، الی آخر. پله نزولی، پله سعودی، سایز یه دوم یه دوم یه دوم، چون دو x، x سوم سایز، سه تا. این هم هست. حالا اگر که ضریب بده تو بازی، نگاه کن میگه در نمودار توابعی به فرم آ تا جزء کا ایکس. ببینید این آه داره کار ارزی برام میکنه، این تأثیر بر عرضه، رو عرض داره تأثیر میذاره، سایز پله رو تغییر نمیده آقا، میاد قد پله ها رو تأثیر میذاره روش. مثلا اگه جزء سعی تو بیرون جزء سعی ضرب در 4 کنی، ارتفاع پله ها رو گل و گشاد میکنه، 4 واحد میکنه. این یکی بیه، بازم عرضیه، این تأثیر رو قد این اندازه پله طول پله نداره، باز داره همه چی رو میبره بالا یا همه چی رو میاره پایین. حالا سوال، همواره نوک پله هم تو پل و سایزش هم گفتیم چی بود در اومد. سوال میگه تابع 4 تا جزء x سوم به اضافه 1 تو بازه منفی 6 تا 9 از چند تا قطعه تشکیل شده، یعنی چند تا پله 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 داریم، چی جوری اینو حساب میکنیم؟ داداش رکب بازی رو نخوری ها، منفی 6 تا 9 نگی 15 واحده، اینجوری حساب نکن یا اینجا درست در میاد، تو مثال بعدی گم میزنه. نگی 15 واحد، تو 15 واحد چند تا میخوام. بچه سایز این پله ها این چجوریه؟ اردل بگو، سه تا سه تاییه، نگی این 15 تا سه تا سه تایی، میخوام 5 تا، اینجا درست در میاد. اما این یکی ببین، میگی منفی 11 تا 10، بعد بچه اینجوری میکنه 21 واحده، پس از این سه تا یا 7 تا توش جا میشه، این 7 تا پله داره. گاف رتته. چجوری؟ داداش میخوای بچینی پله ها رو، خواهشن از صفر. چرا؟ مبدا صفره دیگه بدبخ. از صفر چجوری؟ میگیم آقا از صفر چند تا؟ این سوال خودت میپرسی چند تا؟ جواب x سوم میبینی میگی سه تا. سه تا شیش، 6 تا 9. ته بازمو گرفتم. چند تا پله؟ سه تا پله درست کردم. سه تا پله چند واحدی؟ سه واحدی. حالا میگم آقا اون ورش هم بازی داره، از خود صفر دوباره دنده عقب برو. میگه از صفر یه سه تا عقب منفیه، یه سه تا عقب منفیه، چند تا پله شد بچه ها؟ دو تا سه تا 5 تا. پله سه واحدی. حالا دل بده اینجا باش، این نگاه کن، میگه تو بازه این برای چی بود؟ برای این تیکه. برای این چی بگم؟ میگم آقا ام منفی 11 تا 10 میخوام پله پر کنم با این تابه. بابا این چاره تأثیر تو این تعداد نداره، این داره تو ارتفاع ها تأثیر میذاره. این یکه تأثیر تو تعداد این پله ها تو این بازه نداره، فقط داره جابجایی ارزی برام انجام میده. بازم انتقال میخوام من منفی 11 تا 10 رو بچینم. بیا باش بچین. از صفر. از کجا؟ از صفر. میام رو صفر وای میسم. چند تا؟ خب معلومه. سه تا. 3 6 9. به 9 میرسم. میام دیگه سه تایی جا نمیشه. خب به درک.
پله آخری معمار گن زده. ترکا چی میگن به گن زده؟ سیشتون. آخریه جا کم میاره، پلش میشه یه واحدی، پلش خوب، ولی این گفته چند قطعه است، کلید نکرده چند تا قطعه چند واحدی. خب تو میگه آقا این تهیه یه واحد بیشتر جا نمیده. خب نده این یکی. آقا دنده عقب بازی از کجا؟ از صفر میخوام بکشونم خودمو به منفی 11. بریم منفی 3، منفی 6، منفی 9. بعد نگاه کن اه سه تایی جا نمیشه. خب درک دو تایی جا میشه. چی شد؟ اولا تعداد پله‌ها رو بگیم. 1 2 3 4 5 6 7 8. اگه با اون حساب کتاب خرکیه بود میگفتی من منفی 11 تا در 21 واحد تقسیم بر 3 7 تا پله، رتته رتته اونجا خراب بود. این 8 تا قطعه است. اما چند تا سه واحدی داره؟ ببین بیا ببینیم. آقا یا کن این سه واحدیه، سه واحدی، سه واحدی، این سه واحدی، سه واحدی، سه واحدی. چند تا سه واحدی؟ 6 تا سه واحدی داره. این چند واحدیه؟ یه واحد. این چند واحدیه؟ دو واحدی. پس یکی یک واحدی، یه دونم دو واحدی، 8 قطعه. رکب اینو نخور، سوال آزمون بوده و بازم میتونه بشه، خصوصا تو تجربی. این از این. تا اینجا بچه ها گنگ و گیجی ندارن، حرف ندارن؟ نه. این بچه ها که حرف ندارن به قرآن. یعنی بچه ای که الان تو این شرایط نشسته دمش کرد، باید اینو طلا بگیری هیکلشو. به قرآن به خدا طلا بگیر. پول ندارم مگه؟ نه طلا میگیرم. ناجوره بابا، صدا هم نه. اوکیه؟ آره. داداش دو تا تابه مهم داریم، دو تا تابه مهم. یکیشو بهت گفتم جزء اعشاری، همون اول تو تعریف درش آوردم. جزء اعشاری x منو جزء x همیشه بین 0 و 1. چرا؟ چون اعشار یه موضوع همیشه قدش بین 0 و 1، نه بالاتر میتونه بزنه نه پایین‌تر. اعشار منفی نمیشه، اعشار 1 نمیشه، اعشار از 1 بیشتر نمیشه، اعشار همیشه بین 0 و 1 خوابیده. ماشاءالله. آفرین. این چیه؟ این نمودارش نگاه کن. اینجا ببین بابا. نگاه کن این. این y مساوی با x تو این تیکه فقط. دوباره. دوباره. دوباره جلوتر برای این تکنیک میگم، یعنی تکنیک خفن که چجوری بسته. چیکار کنیم داداشی؟ حالمون خرابه. این تابه جزء اعشاری، فرم کلی x منو جزء x یادت باشه. 300 بار تو جاهای مختلف کنکوری نمیارن، تو برد میارن، تو دامنه میارن، تو حد میارن، تو مشتق میارن، هر جا آویزو. ایرانی ها عشق تابه جزء سعی دارن. شما یه صفحه کتاب تستت نمیتونی پیدا کنی تو هر مبحثی یه دونه جزء سعی ول نکرده باشه توش. تو تابه میری جزء سعی، تو قدر مطلق میری بازم جزء سعی. تو آره اصلا ایرانی جماعت نمیدونم چرا جزء سعی رو دوست داره، نمیدونم چی کرمی روش داره. این یه تابه مهم. ببین یه تابه دیگه داریم، همیشه بچه‌ها اینو مجبورن حفظ کنن. من یه ذره عقبه‌شو بگم، سبقه‌شو بگم، یا کجا در میاد بی پدر مادر. نگاه کن، فرض کنید بچه‌ها من یه عددی دارم، خب مثلا چه میدونم 2 و 6 دهم. اوکی 2 و 6 دهم. بیاید این اول قرینه کنیم، قرینش کنیم منفی 2 و 6 دهم. اوکی آره. حالا جزء کنیم چی میشه؟ منفی 3. حالا بیا اول جزء کن 2. حالا قرینه کن با هم فرق داره. حالا نگاه یه عدد دیگه مثال میزنم، 4. اول قرینه کن منفی 4، حالا جزء کن باز منفی 4، نه حالا جزء کن منفی 4، حالا قرینه کن. نه 4 چیو؟ جزء کردی. نه جزءش منفی 4 رو 4 رو جزء کردی. آه بله مثبت شد، ببخش. حالا قرینه کن منفی 4. اینجا یکی در اومد، اینجا یکی در نیومد. سر چی میخوای حرف بزنی؟ سر این داداش. نگاه کن. جزء منفی x اگر خواستیم این منفیه رو توف کنیم بیرون،
چه جوری توف کنیم بیرون؟ این با چه قلقی میاد بیرون؟ ببین وقتی سعیه فرق نمیکنه. چه اول جز کنم بعد قرینه، چه اول قرینه کنم بعد جز. یعنی در حالتی که x صحیح هست هیچ فرقی به حالم نمیکنه این با این. منفی یعنی زارت میفته بیرون. حالا اما اگر صحیح نباشه، اگه صحیح نبود چی؟ منفی بنده بیرون، یه دونه ازش کم کن. خب منفی انداختی میرون، یه دونه ازش کم کردی. خب حالا این چه ربطی به این داره؟ این اصلا رو این اومده. چطوری؟ اینو نگاه، این تنه اینو بیاریم ببریم اینور. این منفی جزء x بره اونور میشه چی؟ میشه مثبت جزء x، جزء صحیح x به اضافه یه جزء منفی x. چی میمونه اینجا جا پاش؟ صفر. پس تو حالت صحیح جمع جزء یه چیز با جزء قرینش صفر، اگه چیزه صحیح باشه صفر. اما اگه چیزه صحیح نباشه، ببین اینو، اینو برداریم بندازیمون بر، چی میمونه رد پاش؟ منفی یک. پس خروجیمون میشه این تابعه که اینم خیلی مهمه، خیلی مهمه، اصلا شک نکن اینو باید بدونی، نمودارشو حفظ باشی، 400 بار ازش سوال میپرسن. پس جزء یه چیز به اضافه جزء منفی اون چیز یا صفره یا منفی یکه. کی صفره؟ وقتی چیزه صحیحه. کی منفی یکه؟ وقتی چیزه صحیح نیست. حالا این چیزه هر چی میخواد باشه، نمودارش چیه؟ تو رو خدا حفظ باش این. تو چیزای صحیح نگاه نگاه صفر. تو پل من قاطی کردم. تو پل تو چیزهای غیر صحیح منفیه یک، تو چیزهای غیر صحیح منفی یک. نمودار مهم، ارزشی. آخ ارزشی چه کلمه‌ای به کار بردم. ای بابا نگیرم ببرم بیش، بگیرم ببرم بابا دالت شامار من چه نمیم بگیرم چه میشه بابا. خب آقا نگاه کن، با همین دوتا میخوایم این سواله رو ببینیم حریفش چی میانه. میگه معادله x جونم بچه چی گفت؟ این یه تیکش یه باید توضیح میده چجوری صفر و منفی یک شد. ببین نگاه کن، این منفی جزء رو ببر اون ور، تساویه دیگه، اینو ببر اون ور، میشه جزء x به اضافه جزء منفی x. چی جاش میمونه؟ هیچی، صفر. پس وقتی رفت اونور چی اینجا مون؟ صفر. یعنی تو حالتی که x صحیحه جزء یه چیز به اضافه جزء منفی اون چیز یعنی x صفر. اما اگه غیر صحیح مثال اینی بزنیم برای عدد؟ آره عدد ایران بچه دوست دارم عدد کاری نداره. بیا حالا بچه دوست بدونن. بیا مثلا نمیدونم چه گیری دادم به 2 و 6. این چی بود؟ آقا این جزء یه چیز به اضافه جزء قرینش. آقا جزء صحیح 2 و 6 دهم میشه چی؟ عدد صحیح زیرش. خب 2 به اضافه جزء صحیح منفی 2 و 6 دهم زیرش منفی 3. بزن تو سرش. درسته میگم بزنی تو سرش سخت میشه همه چی، ولی این حاصل شد منفی 1. این مثال غیر صحیحش. حالا میگه بچه مثال صحیح هم بزن. باشه چی دوزه؟ 5 خوبه، کلا 5 باحاله. 5 هم دوست داریم. جزء 5 به اضافه جزء منفی 5. داداش جزء صحیح 5، خب خودش صحیحه دیگه، میخوام چیکارش کنم؟ 5. جزء صحیح منفی 5، خب اینم صحیحه دیگه، چیکارش کنم؟ منفی 5. حاصل 0. پس برای چیزای صحیح حاصل 0، برای چیزای غیر صحیح حاصل. گفتم از کجا اومده ساختارش، نمودارش یادت باشه 100% به درد میاد. به درد میاد، به درد اومد. به درد اومد. خیلی خوب. آره نگاه کن، معادله x منو جزء x به رو جزء x به اضافه جزء منفی x همین الان دیدیم. جفتش این دوتا رو تلفیق کردیم. یه سوال ببینیم. ببین جزء x به اضافه جزء منفی x خروجی هاش چی هست بچه ها؟ صفر منفی 1 یا صفر بود یا منفی 1. اما اینجا مگه این تو مخرج نی؟ پس صفر مالیده. صفر نه، این نمیتونه. پس وقتی صفر نمیتونه باشه یعنی عددام صحیح نه. صحیح نه، نمیتونه عدد صحیح باشه. خب پس منفی 1 میتونه باشه. خب
دندش نرم. ورش دار جاش بذار چند؟ منفی یک. منفی یک. ورش. ایکس من جوزه ایکس. به روی منفی یک. خروجیش منفی یک دیگه. مساوی با؟ منفی یک. منفی یک دوم. منفی یک رو با اجازه بزرگترها طرف وسط اینو کنیم میشه چی؟ ایکس من جوزه ایکس مساوی با؟ یک دوم. یعنی چی؟ این چی بود؟ عدلا این چی بود؟ ایکس من جوزه ایکس. مگه نبود جوزه اعشا؟ اعشار یه چیز شده نیم. ما میگیم چیزهایی که اعشارشون نیمه، یعنی نیمدارا. این یعنی چی ها؟ نیمدارا. نیمدارها. خب نیمدارها رو کجا پیدا کنیم؟ تو بازه. تو بازه منفی دو و سه. کیان نیمدارا؟ منفی یک و نیم. میخوای بعدی منفی نیم، بعدی نیم، بعدی یک نیم، یک نیم، بعدی دو نیم. چند تا بشمونیم؟ یه حالا شمردنش دیگه کاری نهره دیگه. افتاد این سوال تلفیق این دوتا تابه مهم، نمودار مهم، عبارت مهم، خروجیاش مهم. افتاد این بچه ها؟ بچه ها حله؟ بچه های عزیزم، بچه ها ایست تایپینگ، بچه ها چقدر تایپینگ، همه حلن. بله گفته. یه بار دیگه، یه بار دیگه سری میگم، از اول گوش کن. ببین عبارت داده، معادله داده، x من جوزه x به رو جوزه x به اضافه جوزه منفی x. گفتیم جوزه x به اضافه جوزه منفی x خروجیش دو حالت داره، یا صفر یا منفی یک. من میگم این یا صفر یا منفی یکه، ولی خب بدبختی تو مخرجه، پس صفر دیگه نمیتونه باشه، پس خروجی این فقط منفی یک ممکنه. برش داشتم جاش گذاشتم و حواسم هم هست دامنه این معادله فقط پذیرای اعداد غیر صحیح هست. چرا؟ چون عدد صحیح ها مخرج رو صفر میکنن، به فنا میریم. پس جای این گوشتم منفی یک، منفی یک رو ضرب کردم شو یه دوم. ایکس منو جوزه ایکس یعنی اعشار، اعشار شده یه دوم. یه دوم هم یعنی نیم. کیا اعشارشون نیمه؟ نیمدارا. تو این بازه ای که گفته نیمدارها تو پیدا کن. نیمدارا چیه؟ منفی یک و نیم، منفی نیم، نیم، یک و نیم، دو و نیم، تمام. حله؟ حله. خب امضا بزن. حالا رسم جزء اف ایکس، چند تا مثال هم براتون کشیده شده گذاشتم، توضیحشو میگم دومون بیفته. رسم اینا خیلی مهمه. آقا هر وقت خواستی جزء صحیح یه مرضی رو رسم کنی، خب اول خود مرض رو رسم کن. مثلا گفته جزء صحیح x2، خب x2 رو رسم کن. گفته جزء صحیح رادیکال x، رادیکال x رو رسم کن. جزء صحیح سینوس x، خب سینوس رو رسم کن. جزء صحیح کوسینوس، کوسینوس رو رسم کن. هر چی من میگم، ما تو قبلی از هر بچه‌ها مشکل داشتن. چی شد؟ ایشون که میگه نیمدارها رو نمیفهمن. اعدادی که اعشارشون نیمه، نیم دارن. عددی که نیم دارن. خیلی فارسی گفتن. ریاضی اونقدر فارسی گفتن یه ذره سخته دیگه. اعدادی که اعشارشون نیم داره، اعشار نیم دارن، یک و نیم، نیم، سه و نیم، ده و نیم. بعد میگه تو این بازه فقط میخوام اون نیم دارا رو، تو اون بازه نیم داراش رو معرفی میکنیم، تعداد میشونیم دیگه. دیگه سوال پرسیده که عدد صحیح همیشه مخرج رو صفر میکنن؟ نه، عدد صحیح اون عبارت رو صفر میکنه تو مخرج داداش. نگاه کن، این عبارته جزء x به اضافه جزء منفی x به ازای اعداد صحیح خروجی صفر میده. چون من دوست ندارم مخرج صفر بشه، پس میگم خواهشن x صحیح نیاد که زندگی منو تو این مخرج صفر کنه. اینجا تو این معادله نمیتونیم عدد صحیح وارد کنیم، چون مخرج بنا به این عبارت و بنا به دانشی که داشتیم رو حاصل های این عبارت صفر میشه، پس مقبول نیست. آقا اینم حل داداش. خب آقا میخوام جزء اف ایکس رسم کنم، چه جوری رسم میکنی؟ هر چی بود جزءشو میخواستی رسم کنی، اول خواهشن خود اف رو رسم کن. الان میگی خب من که همه اف های دنیا رو بلد نیستم. خب قطعا تا آخرش یواش یواش یاد میگیری. یه سری تریکا تو قدر مطلق گفتم، دبلیو چجوری بکشی، بچه هایی که پاکار بودن الان میدونن.
سرسره چجوری بکش، گلدون چجوری بکش، هر کوفتیو چجوری بکش. یواش یواش هم دانشمون زیاد میشه. درجه دو رسماش چجوریه، دو مجذوری چجوریه، بعضی درجه سه ها چجوریه، تا آخر سال کل درجه سه ها چجوریه، قدر مطلقا چجوریه، مثلثاتی ها چجوریه، اینا رو یاد میگیریم. هر تابعی هم قرار بردارن بزنن جلو ما. اما اونایی که بلد بودیم اتکاب رسم بسیار سریعتر پرقدرتتر پیش میره. چطوری؟ اول آقا جان، اول خود اف تو رسم کن، هر چی هست، مثلا جزء x2 میام x2 x2 سینوس x این سینوس، کوسینوس x این کوسینوس، توی یه دوره تناوبش کشیدم، رادیکال x این رادیکال x این هست. مرحله دوم رسم خطوط افقی و صحیح، رسم خطوط افقی و صحیح که میزنن به تابه، مثل چی؟ صفر. خطچین رو ببین، یک. این خطچین ایگرگ مساوی با یکه، این یکی ایگرگ مساوی با دو، ایگرگ مساوی با سه، و این زندگی نافرم ادامه داره تا ابد. اینا مثل چی میمونن؟ این تیر، تیر دیدی میزنه؟ این همون تیره که میزنه، این میاد تابه رو میبره، نمودار رو میبره، پاره میکنه. خب وقتی از اینجا پاره میشه، اول کاری که میکنی تو محل برخورد تیر چی میشه؟ خون میاد. پا اینجا توپر 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 آ آ آ آ برخورد مراحل یک و دو رو سریع پر کن. خطاتو رسم کردی، نمودارتو رسم کردی، برخوردار رو توپر کن. بقیهش کسی که تیر میخوره شل میشه میفته، این تیر خورد زوب میشه میریزه پایین، سایه میشه، تصویر میشه رو خط پایین تر. جزء سعی کارش همین بود، سایه میکرد رو خط پایین تر. یعنی این تیکه ها شل میشه میریزه اینجا میشه، این تیکه ها شل میشه میریزه اینجا، بقیهش هم به همین صورت افتاد. این برای جزء x2. برای جزء سینوس، اول خود سینوس کشیدیم، خطامونو زدیم، یه دونه یک، یه دونه صفر، یه دونه منفی یک، اینا رو زدیم، برخورد کردن، نه توپو 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 توپو، بقیهش تیر خورد، ریخت 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 پایین ریخت پایین. بفرم برد سینوس منفی یک تا یک، برد تابع سینوس هم منفی یک بسته تا یک بسته است، اما برد جزء سینوس فقط میشه منفی یک صفر. دو تا خط کشیدیم مثلا، اونجا گفتی تا انتها میره، آخه نیاز نیست اینجا بکشیم، نمیخوره به تابه، که به تابه برخورد نمیکنه، چون برد تابه سینوس بین منفی یک تا یک جایی خط میکشیم که تیر میزنیم که بخوره به هدف، وگرنه فایده نداره که. مثلا برای رادیکال ایکس نگاه کن، رادیکال ایکس رو رسم کنم، مثلا این رادیکال ایکس، خطام هم میزنم، برخوردا سری تو برد میام داداش یه سری برخورد داده، پر 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 داره داد داد، اینا پر شد، بقیه شون پر بله. تصویر سایه، تصویر سایه، ریخت پایین، زوب شد، چه میدونم هر چی میخوای اسمشو بذاری، میریزه رو خط پایین تر. کار جزء سعی همین بود، گرد میکنه، اسمش تابع کف بود، میاره عدد پایین زیر دست، عدد زیرش. برای جزء کوسینوس هم دوباره همین بازیه. خیلی خوب ببین، اینجا دو تا مثال دیگه برات کشیدم، جزء x دومن 2x، نمودار x دومن 2x رو کشیدیم، اینجا 2، اینجا 2، خطا رو دوباره زدیم، برخوردا پر، بقیه سایه، هر تابعی بهت دادن میتونستی خودش رو رسم کنی، پس جزءش هم دیگه بلدی، الگوریتمش معلوم شد. ابتدا رسم f، سپس رسم خطوط افقی و صحیح، مرحله بعدی برخورد مراحل یک و دوی که انجام دادیم، یعنی افق و خطوط افقی صحیح ها، توپر. مرحله آخر هر چی که بین اینا برش خورده بود بریزه رو خط پایین تر، این میشه جزء اف ایکس رسم کردن. اوکی، حالا ببین یه دونه سوال میگه نمودار تابع با ضابطه جزء ایکس دو به اضافه یک دوم از پاره خطهایی تشکیل شده که بلندترین آنها به اندازه یا اندازه ای داره. خب گفتم اول چیکار کن؟ اول بیا خود چی رو رسم کن؟ x2 به اضافه یک دوم، اینجا یک دوم، تو انتقال خوندیم،
آره x2 رو که بلدیم یه دوم میاریمش میذاریمش بالا، x2 به اضافه یه دوم. بعد گفتیم چیکار کن؟ خطوط افقی و صحیح رو رسم کن. صفر که خب چی چی؟ یک، این افقی صحیح، دو، سه و الاخر. حالا چی میشه؟ برخوردار رو گفتم چیکار میکنیم سریع؟ این توپا، اینا برخورد. بقیه چی میشن؟ میرزن پایین. یعنی این تیکه میفته رو خط پایین تر اینجا تا اینجا، این تیکه میفته اینجا، این تیکه اینجا، اینجا اون قرمزه میرزه اینجا. خب معلومه که کدوم تیکه مشکی همه طولانی تره بلندتره. قبول داری اونی که رو محور ایکس همه بلندتره؟ اندازش چقدره؟ از اینجا تا اینجا. اینو چی جوری باید حل کنیم؟ این ایگرگ مساوی با چنده؟ یک. تابمون چی بود؟ ایکس دو به اضافه یه دوم برابر با؟ نه به اضافه یه دوم مساوی با؟ یک. پس ایکس دوم میشه چی؟ یه دوم. ایکس همون میشه چی؟ مثبت منفیه رادیکال دو دوم. پس اینجا گفته اندازه طول بلندترین اونها چقدره؟ خب طول میشه رادیکال دو دوم منهای منفی رادیکال رادیکال دو. افتاد؟ یک بار دیگه از اول؟ ببین واضح بود بعد اینکه تونستیم رسم کنیم که این تیکه از همه بلندتره، طولانیتره، وسیعتره. اینم میگه بلندترینش رو به ما تحویل بده، اندازش. من میگم این در اثر چه اتفاقی خلق شده؟ در اثر برخورد این تیر به نمودار. این تیر چیه؟ یک. به چی خورده؟ به x2 به اضافه 1 دوم. x2 به اضافه 1 دوم مساوی با 1. مرضم چی از انجام این کار؟ میخوام این دو تا نقطه رو به دست بیارم. اینو این برام مهمه. خب؟ برخورد میدم معادله حل میکنم، x2 به اضافه 1 دوم میشه 1، x2 میشه 1 دوم، x2 میشه مثبت منفی رادیکال 2 دوم. این دو تا نقطه به دست اومد، تفاضل میگیریم اندازه به دست میاد. اینا بس. این شد رسم جزء f که رسم مهمیه. حالا بدترش f جزء. جزء f یه چیزه، f جزء x یه چیزی هست. من سوال دارم. آ نگاه کن. کوچ کوچ کوچ. نیو 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 نیو. ببین فرض کنید من اینجا نوشتم f جزء x باشه. بچه بید به این بدیم یک، چی میده؟ بدیم یک چی میده؟ میده f یک. بید بهش بدیم یک و سه دهم، چی میده؟ f یک. چرا؟ چون اول جزء صحیح ترتیب اشیا رو میده همش میگه یک. پس این اف بدبخت تو فاصله یک تا دو هیچ صدایی نمیشن به جز یک. پس هی میگه اف یک. هی اون داد تو شکمش میگه یک، اینم هی میگه اف یک. پس تو فاصله یک تا دو همش میگه اف یک. تو فاصله دو تا سه همش میگه چی؟ همش میگه اف، نه دو، نه اف دو. اف دو. تو فاصله 7 تا 8 میگه چی؟ اف 7. تو فاصله 22 تا 23 f 22. اصلا احمق چیز دیگه نمیفهمه. اینجا هر عدد دیگه ای بدی مثلا بدی 1 و 8 هم این بازم میگه f 1. این از شروعش که اینجا اول داره جزء کار میکنه رو ورودی، بعدن f. اول همه چی رو صحیح میکنه، پس f فقط صدای ورودی های صحیح رو میشنوه. خب آقا اوکی اینو فهمیدم، چجوری اینا رو رسم کنیم؟ کار خیلی کثافتیه. نه الان نگاه کن، اگر خواستی f جزء رسم کنی، f جزء مثلا چی؟ نگاه کن، جزء x به توان دو. اینو ببین، یه شیء جزء x رو x2، رادیکال جزء x. این جزء x رو ببین، یه شیء، یه چیز، یه قلمبه، میشه رادیکال قلمبه، رادیکال x. اینو ببین، جزء x به توان دو منهای دو تا جزء x. ببینش قلمبه، ببینش یه شیء، ببینش یه x. چه x دو منهای دو x. قلمه راحت‌تر. آره.
یعنی اون تابعی که داریم روش کار میکنیم اینجا قلمبه به توان دومین دو قلمبه است، x دومین های دو x، اینجا x دو، اینجا رادیکال x، اینجا یک x اومه. خب اول میام اون f رو که تشخیص دادم رسم میکنم، یا f x دیگه، میگه x دو، خب x دو بکش، بیا x دو. میگی رادیکال x، خب بکش، بیا. میگی x دومین های دو x، نگاه کن تابع درگیره اینجا، اینجا مینویسم x دو مهمه، تابع درگیر اینجا x دو منهای دو x مهمه، تابع درگیر اینجا رادیکال x که مهمه، تابع درگیر اینجا یک x اومه که مهمه. شکل اینا هم دیگه خیلی ابتداییه، بلدیم احتمالا. x دو رو میکشم، اوکی کشید. مرحله بعد رسم خطوط قائم صحیح. قائم صحیح میگه x مساوی با صفر، یعنی محور ایرگاه x مساوی با 1، x مساوی با 2، منفی 1، منفی 2، همینجوری الی آخر. قائم های صحیح یعنی چی؟ اینا نگاه کن، این صفره که هیچی، اینجوری، 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 این قائم ها رو رسم میکنی. تیرا رو بالا سر دارن میزنن بهش، بعضی این وری داره میخوره، باز داداش نگران نباش، هر جا تیر خورد بهش پر، ولی خواهشان تا خط بعدی این جنازه حرف خوش میزنه. پر تا خط بعدی حق با اینه. پر تا خط بعدی. پر تا خط بعدی. پر تا خط بعدی. اندازه ها چقدر الان؟ یه واحد یه واحد. یک دو صفر. پر تا خط بعدی. یکی ببین. رادیکال جزء x، گفتم رادیکال x مهمه، رادیکال x رو کشیدم، خطا میزنم، این چیه؟ x مساوی با 1، x مساوی با 2، x مساوی با 3، x مساوی با 4، x مساوی با 5. قائم صحیح. زدی خورد، زدیش خورد، اینجا پر حق با اینه تا خط بعدی، خورد با این تا بعدی، حق با اینه، حق با اینه، حق با اینه، حق با اینه، نه؟ آره. این یکی جزء x به توان دو منهای دو تا جزء x. به خدا اگه اینو بخواین رسم کنیم، من میدونم ببینید باز بازه‌بندی می‌کنی، بیچاره میشین. 400 تا تیکه بعد هی بازه‌بندی کنی، هی بکشی. بلمون کن. x دو منهای دو x رو می‌کشی. این x دو منهای دو x. کشیدی؟ خطوط قائم و صحیح رو بزن. زدی؟ خورد؟ بگو حق با بعدی. اینجوری. این هر جا خورد تا خط بعدی حق با اینه. هر چی بد دادم، هر چی بد دادم، یک ایکسومش هم عین همینه، فرق نمیکنه. کشیدم ببین، یک ایکسوم هم بلدی، هموگرافی که معروفه، خاص میدونی. حالا سوال ببین، سوال نگاه کن، سوال دیدم ها، این معلم خوبا بعضی هاشون جزوهشون تو همه سایت ها هست، این تیپ سوالا رو غلط حل کردن. وا ویلا بچه چیکار بکنه؟ غلط حل کردی بدبخت، منم بدبخت. آقا میگه این اف ایکس، این کارت راحت کرده، این نمودار اف ایکس رو دیگه به داده، میگه این اف ایکسه، میگه باش، میگه چی میخواد؟ میگه اف جزء ایکس. بچه قرار بود چیکار کنیم؟ اول اف رو رسم کنیم، خب برامون کشیده، حالا چیکار کنم؟ خطوط قائم صحیح بزن. این منفی 1 0 1 زدی؟ بیا رنگ خوب برداریم، اینجا همون شد. آقا اینجا نگاه کن، برخورد تا کجا حق با اینه؟ تا بعدی. اینجا چیه؟ برخورد تا کجا حق با اینه؟ تا بعدی. اینجا چیه؟ برخورد تا کجا حق با اینه؟ تا بعدی. گاف ندیا، تا بعدی. اینجا چند بود؟ یک. تا بعدی دو. خب دیگه باید بگیم کدوم گزینه؟ بچه ها کدوم گزینه؟ یک. افتاد؟ افتاد. کنکور تجربی داشتی؟ همه میگن افتاده نه افتاده. همه بچه ها افتاده نه افتاده. مهم ها؟ افتاده بریم. بچه های خفنی داریم ما. یه تابع کثافت دیگه میخوام بگم رسم کنیم، عشق کنیم، یعنی به خدا تابع ها ردیف شه رسمشون عشق بکنیم.
80. آفرین. نگاه کن اف ایکس منه جزء اف ایکس. یه چی منها جزء صحیحش. خب چیش میمونه؟ اشارش دیگه. حالا این میگه اشار اف ایکس رو میخوام. من تو رو بفهمم هر چی جا اف ایکس میخوای بذاری بذار، به خدا رسم میکنی. اپلیکیشن برو دستورا رو وارد کن که نمودار رسم کنه، بعد میفهمی تو سریعتر میفهمی نمودار رو یا اون بی پدر مادر میتونه رسم کنه برات. آقا x2 منو جزء x2. خب عجیبه دیگه بچه، یا اول فاز x2 منو جزء x2 چجوری باید رسم کنم؟ بی خیال بابا، اول خود x2 رو دوباره رسم کن. ببین همش داره میخوره به همون f. اول خود f رو رسم کن. بیا خود x2 بعد چیکار کنم؟ بیا خطای افقی صحیح بزن. نگاه کن افقی، یک دو سه چهار پنج، همینجور برو بالا. افقی ها هم زدی. خب اینا خوردن دیگه، برش خورد این کیک طبقه یا هم. ولی یه چیزی، این تابع اف ایکس منه جوز اف ایکس حتما باید یه چیزی بینه صفر و یک باشه، چون اعشاره یا صفره یا یه چیزی بین صفر و یکه، بیشتر نمیشه، کمتر نمیشه. خب چی؟ آقا ما برشامونه زدیم، نبش قبرمو کردم، رئیس قبرستون دستور داده همه ی جنازه ها تو همه قطعات نبش قبر شده آنها را به قطعه صفر تا یک منتقل کنید. یعنی چی؟ برشتو زدی، اونی که تو صفر تا یک هست، خب هست کی؟ این نگاه کن، چیزهای خارجی دارم میام. این تیکه، این تو صفر تا یک هست، بذار باشه کاش نه. اما این تیکه نگاه کن، این بیرونه، این بیرونه صفر تا یک، گفته بیارش بذار تو نوار صفر تا یک، تو قطعه صفر تا یک. همینو نگاه کن، تیر خورده هستم، شل میشه میفته اینجا، یکی شل میشه میفته اینجا، شل میشه میفته اینجا، شل اینجا، تیکه تیکه برش میخوره میرزه اینجا. x2 منه جزء x2. ببین یه جبه بر رسمش مهم نیست، فهم و تصویرسازی ذهنیش که برات اهمیت داره. یعنی تا تاور میبینی یادش بیفتی که این چه ریختی هست. این یکی رادیکال x منه جزء رادیکال x. خب اول رادیکال x رو رسم، بیا رسم کن، خطوط افقی سعید هم بزن. یک این چیه؟ y مساوی با یک، y مساوی با دو، ایگرگ مساوی با سه. اینا رو هم زدی، برشاتو زدی، اون جنازه‌ای که تو این قطعه هست خب هست، اونایی که نیستن شلشن میافتن پایین. نگاه کن این تیکه اینجا میاد میفته اینجا میشه، این تیکه اینجا میاد میفته پایین، بعدی میاد میفته پایین. من شکلها رو دستی و بیدقت و تقریبی کشیدم چون اصلا اهمیت نداره، فقط مدل برش خوردنه، مدل جابجاییه و چینش این قطعات برام اهمیت داره. مثلا سینوس منهای جزء سینوس. باشه آقا من میام سینوس رو رسم میکنم، این سینوس. بعد خطا هم میزنم، این ایگرگ مساوی با یک، ایگرگ مساوی با منفی یک، این هم ایگرگ مساوی با صفر. اون قطعه ای که هست اینجا که خب هست، نگاه کن این هست، این تیکه هست. فقط یه چیزی، این یارو سرش از قبر زده بیرون، خب اینجا بوده، سرش از قبر زده بیرون، بگو گمشو برو بشی پای، میفته پای. این یکی که این زیر بود بلندش میکنیم، میاری میذاریمش دوباره تو قطعه سفت، قطعه اون هم نمیذاریمش اینجا، این شکل. دوباره جزء کوسینوس هم همین مسخره بازیه. من کوسینوس هم بگم، کوسینوس رو رسم کرده، این کوسینوس. بعد دوباره اونی که اینجا هست خب هست، اینی که اینجا هست خب هست، اونی که این پایینه میاد میفته بالا میشه، این سبزه میشه شکل این تابع کوسینوس به اجازه کوسینوس. چه سوالی؟ این باشه کجا بفهمم که خطوط رو باید افقی بکشیم یا عمودی؟ آها نگاه کن، هر وقت پای این وسط بود خط افقی بکش، جزء اف افقی، اگر اف جزء بود قائم. اینجا رو x کار کرده، اینجا داره رو y کار میکنه. اوکی؟ اوکی؟ فهمیدی؟ اوکیه؟ نوشته که سینوس رو نفهمیدیم. سینوس
یه بار دیگه سینوس اصلا دستی میکشم ببینه. ما هدفمون رسم چی بود؟ سینوس منهای جزء سینوس. یه چی منها جزش؟ این میگم دستگاه، میگم بی سینوس بکش، میگه این از صفر تا دو پی. سینوس همو کشیدم، وقت چیه؟ رسم کردن خطوط افقی. این خط افقی، این خط افقی، این یکی هم که خودش هست دیگه، مکرر کشیدنشه، مسخره است، ولی خب کشیدم. رسمم انجام شد. میگم اون جنازه‌ای که تو قطعه نوار 0 تا 1 هست، خب هست. نگاه کن این تیکه نه اینجا هست. فقط این خالی میشه. چرا؟ گفتم چون سرش قبض زده بیرون. سرت قبض زده بیرون، بیا برو بفهم چه. سرش زده بیرون. میبرم میندازن کف قبر. بس. آره. این یکی نگاه کن، این زیره، این زیره، یه دونه ورد بیارش بالا. اگه این پایین بود ورد، هر جا بود بیار بذار اینجا. از بالا و پایین میام میتپونیم تو این نوار. آره اینجا یه گروهی هم هست تپندگان. گروه؟ آره الان صحبت کنیم میام میبرنمون. نمیدونم چی درش بعدم توضیح میدم. چیکار کنم داداش، ادبیات ما اینجوریه دیگه، میتپونیم. این میشه جزء سینوس منهای جزء سینوس ایکس. هر چی بیا یه بار دیگه، اصلا این کوسینوس منهای جزء کوسینوس هم میکشم. اینا چیزای سخته بچه‌ها، اگه راحت یاد بگیرم من خوشحال میشم. اینا چیزای سخت بدقلق بچه نمیتونه بفهمه. میگم اول بیا کوسینوس رو بکش. میگم خب آقا این کوسینوس، این نمودار کوسینوس، بعد چیکار کنم؟ اون خطای افقی تو بیا بازی بده. این افقی، این هم مثلا افقی، این یک مساوی با منفی یک، این یک مساوی با یک. بعد چیکار کنم؟ میگم اون جایی که تو این قطعه نوار 0 تا 1 هست، هست. خب این هست، این هست، این نیست، مرده بیارش بالا. این کاسه رو مرده بیارش بالا. فقط آبی رو ببین، آبی نمودار این تابلو است. نه 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 نه، فقط میارو میذاریم بالا، قرینه مرینه نداره. هر چی برش خورد انگار ببین تو چند قفسه داری، تو چند یه رگال پر از قفسه های مختلف. تو فقط میخوای اینجا همه چی رو میخوای مرتب کنی، داری میای میچینی تو این رگاله، از بالایا میذاری پایین، نه پایینا میذاری بالا، اندازه هاشو تغییر نمیدی، چپه و مپه و این وری کن و قرینه کن و اینا نداره، فقط جابجا میکنی میچینی این تو. اوکی یا اونجا هم سر زده خوب بیرون. خب اینجا میفته، اینجا سر زده بیرون چی؟ چیکار کنم؟ خیر باشه انشالله. بچه ها هم مثل خودمون علاله خفه شدم. خب آقا اینه که سرشون بیرونه بر بچه ها خیلی سواله یه بگی من بستره نمیگم که میگه آقا چونی سرش زده بیرون، میگه آقا این سرش عقب بیرونه، میگه قصه تو بیاریم بالا سرش میزنه بیرون. با سوال دارن دیگه، کلن کلن با سرش مشکل دارن. سر کجا بیرونه؟ نه بابا اینا همه سرشون تو بود. بیا بر دیگه ببین، نه اینا خالیه دیگه، نه اینا خالیه، این خالیه، نداریمش، این پرش اینجاه. اینا گم شد، ببین این پرش اینجا، این خالیه، این نقطه خالی، خالی دیگه، سر نداره که. وقتی خالی میذارم یعنی اونجا نیست، یه جای دیگه است. اینا اینجاه، 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 همه یه مقدار سعی ها میفته رو این، اصلا روی یک نمیتونه باشه. چرا؟ چون اشا صفر رو تحمل میکنه، یک و نه. هرچی به قول شما زده بود سرش بیرون، ببر بندازش گربه بخور. خب ولش کن بذار بعدی. آیه تاب سخته، فجی سخت. اف ایکس منها جزء ایکس، اف ایکس منها جزء ایکس. اون یکی نگاه کن، اف ایکس منها جزء اف ایکس بود، یکی داره تو طولی اتفاقایی میفته. اف ایکس منها جزء ایکس مثل چی؟ این تاب
ببین اینی که می‌نویسم الان رو رسم این نمیخوام فشار بیارم، اینو یادت بدم هنر کردم. این سوال کنکور سراسری بود، بچه‌ای که بلد اینو رسم کنه تو 5 ثانیه جواب میده. راجبه پیوستگی و ناپیوستگی پرسیده بود که این تابه چند نقطه ناپیوستگی داره. تو رسم کنی بلد باشی میگه هیچی، بلد نباشی فاک هم فکورا. ممنونم. آره، حالا بعدها میریم تو تستا اینا رو میبینیم، الان وقتش نیست. برسیم به پیوستگی، اینجا ابزار یاد بگیریم، اونجا ازش خرج میکنیم استفاده میکنیم. خب آقا fx منو جزء x اینو دیگه نگاه کن، اصلا نکته میگم کوچولو خیلی خفیف، شما هم داری کامنت میذاری هر دلا شاید رو خفه نشی آب بخور رو گفتم نه اوکی آجی همه ترکیده. خب ببین یکی سخته واقعا رسم کردنش بچه ببخش خدایی این تابه رو ببینیم اپیلاسیون مجانی نمیشیم؟ چیه بابا این ریخت قیافه رو نگاه کن، نافرمه. بچه اینو ببینه به خدا هول و حراس شب اول قبر میگیرتش، فکر میکنه نکیر منکر اومدن مال سرش. این چیه؟ من میگم ولش کن نگاه کن، قلمبه به توان دو منو چهار تا قلمبه به توان دو منو چهار تا قلمبه. پس من کیو رسم میکنم؟ x دو منو چهار x. خب باید x دومنه 4x رو درک کنم. نگاه کن این نقطه چینه که گذاشتم همون x دومنه 4xه، ولی کجاشو؟ کجاشو؟ فقط اونجاشو. کجاشو نگاه کن، فقط 0 تا 1شو، چون خروجی x منه جزء x فقط 0 تا 1ه، پس f فقط 0 تا 1 میفهمه. فقط تیکه یه 0 تا 1شو رسم کرده و سپس آن را برداشته، کپی پیست کپی پیست کپی پیست کپی پیست کپی پیست تا ابد. شکلمو این ادامه داره، من دیگه تا ابد نمیتونم بکشم که. میتونید رسمشو انجام بدید. نت دارم روی این. آها اون سری امتحان کردم فیلتر بود. چی؟ حالا نه امتحان میکنم. اپلیکیشن میخوام بیارم. یه سایت بیام آنلاین دستور نرم افزار بزنم بکشم. یکی ببین رادیکال ایکس منه جزء ایکس. رادیکال ایکس منه جزء ایکس. بیا داداش رادیکال ایکس رو رسم کن. هنسفری کلاس هنسفریش واجبه، واقعا نیاز داره که هنسفری بزنن. سر کلاس که میشینم میشنوم هنسفری واجبه، هنسفری لازمه. چیز بدی گفتم؟ نه چیز بدی نگفتم. من همه چرا میگم x دو منه جزء x. نه کلا در مورد چیزایی که داریم هم سوال. خیلی جالبه واقعا ریاضی رو باید اینطوری یاد بگیره آدم. بله ریاضیات شانه زدن بر زلف پریشان عالم است. آقا x دو منه 4x رو رسم میکنیم، فقط تیکه 0 تا 1ش نگاه کن، فقط تیکه 0 تا 1ش رسم کردی، بردار کپی پیست کپی پیست کپی پیست تمام. اینو ببین رادیکال x منه جزء x، فقط رادیکال x تو تو تیکه 0 تا 1 بهش اهمیت بده، 0 بسته تا 1 باز. اینو فهمیدی؟ همینو بردار، انگار کاغذ دیواریه، اینو بردار زرت 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 همینجوری تا ابد، تا آخر، تا اول، همه جا منفی بیناد تا مثبت بیناد، این تابه متناوبه متناوبه. یه دونه دیگه شم این زیر رسم میکنم اینا ببینم. ببین به من میگه یک به رو x منهای جزء x رسم کن. نگاه کن اینه بگی قلمبه، پس درگیر رسم تابه یک ایکسون میشیم. اول یک ایکسون بیم بکشیم. این یک ایکسون، ولی خداییش ما فقط تیکه 0 تا 1ش رو نیاز داریم. ببین این 0 رو 0 که نمیفهمه، تا 1. خب اینو برمیدارم کپی پیست کپی پیست کپی پیست، یعنی اینو میچینم دوباره کناری. آ آ آ آ همینجوری الی ابد. این ادامه داره. هر تابه ای دادن میتونی این کارو باش بکنی. تابه سختیه. کجا به درد میخوره؟ به خدا این تست کنکور. سینوس پی در x منه جزء x. الان تو تکنیک رسمه رو بلدی. خب؟ یه ذره من میترسم اینو رسم کنم. چرا؟ چون سینوسه رو میترسم بلد نباشی. بچه‌هایی که هنوز 12 نرسیدن به اون فصل مثلثات
دور تناوب نمیفهمن تو رسم سینوسش گیر میکنن و اگر نه نمودار سینوسش رو بدونه اینو قلفتی میکشه. چی جوریه؟ من میکشم ولی نمیتونم الان بگم از کجا اومد. بلدم ولی نمیفهمی. این صفر تا یک سینوس پی ایکسه. صفر تا یک سینوس پی ایکسه. اینو برمیدارم نگاه کن. این اینو برمیدارم کپی پیست. اینجا دوباره اون پر این میاد اینو پر میکنه. دوباره میاد اینجا. دوباره. پرسیده مثلا چند تا نقطه ناپیوستگی داره؟ هیچ. بعدها بفهمید تو کاربرد مشتق چند تا زاویه دار داره. اینا یه نقطه میشه به نام زاویه دار، گوشه و موشه و اینا، بعدا میتونی بشوری. تست کنکور بوده. یه دونه اونجا گفتم، یه دونه اینجا. تو کنکور باش ور رفتن. ساعت چند داداش؟ 8:05. من بسم باشه چون بچه‌ها رو میپکنه. اگر نرم افزار باشه که آره، یه دونه رسم کنم ببینم چی میشه. بذار. یه لحظه. میخوای من ببینم که میاد یا نه؟ خب بخوای چیز کنی. آره، فعلا بگو مسج کنم. دس موس. دس موس. این گراف، این کلکولیتر رو میوری دیگه. آها. هفته بیش نمیشناخت. چی؟ من نه. نه تو که نباشی که اصلا یه چی، یه جوریه. یه ابزارش کوک. جا. این زیره فکر کنم. خب بذار یه لحظه، بذار یه لحظه، یه لحظه، یه لحظه. آها. مثلا چی رسم کنیم الان؟ ها؟ نه خودم بشم سرش. نه خودم میزنم اینجا، میتونم بزنم. آره آره. ببین نگاه کن، همینی که الان رسم کردیم چی بود؟ سینوس پی تا آخرش فقط بچه ها گفتن که اگه ایکس جنبندی هم بکنی تو رو من. آره حتما ایکس من های کوش 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 جوز ایکس. نگاه کن همون شکل هست که ما کشید. بعد که ما دانش اینو پیدا کردیم این چی جوریه، به خدا دیگه کار تمومه. تست کنکور بود. من در آوردی نه، خودم نمیگم. یا مثلا یا تا گفتم x دو منهای ای بابا جزء این فلور یعنی جزء سعی. اگر تو این سایت به درد بخوره دستور زدنش راحته، ازش هم استفاده بکنی. جزء x دو. ببین نگاه کن، یادتونه شک کشیدم گفتم اینا خود x دو هم بذار بکشم برات. این x دو، این x دو. بعد این خطاری که میزدی اینا برش میخوره، قطعه هایی میفته پایین. ببین نگاه کن، اصلا ما نیازی نیست دیگه اینا رسم کنیم. همین که فکر کنیم x2 اینه، بعد برش میخوره پر میشه. نگاه کن اینجاها انقدر تراکم داره زیاد میشه. چرا تراکم داره زیاد میشه؟ چون شدت این نمودار داره زیاد میشه. خب پس اینجاها داره اندازه ها وایساده تر میشه، اینا به همدیگه نزدیک تر میشن. یعنی اگه من اینو یه ذره زوم کنم، یه انگار فکر میکنی صفحه رنگ شده چون داره تراکم میده، ولی اصلا مهم نی. وقتی که اینو میگه مثلا با یه خطی برابر بذار، نگاه کن مثلا میخوام معادله تعریف کنم، میگه با y مساوی با x. ببین بعد میگه چند تا جواب داره؟ آف چند تا جواب داره بچه ها؟ چند تا جواب داره این معادله؟ اگه گفتی همین دیگه اشتباهش میتونه همینجا باشه. بچه ها این معادله چند تا جواب داره؟ این شکلی که رسم کردم بچه رو شکل معلومه دیگه چند تا؟ نه چرا بی‌نهایت؟ چرا؟ 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 بیشمار نی که؟ آها نه دیگه دوتا نیست. چرا دوتا نیست؟ آها اینجا تو خالیه. این نفهمیه نرم افزاره. اینا این بالا تو خالیه. اینجا تو پره. می‌بینی؟ این تو پره. اونجا تو خالیه. پس اون جواب نیست. همین یه دونه فقط جواب این. نه خاموش بابا بلمون کن دیگه تو هم.
فقط یه دونه صفر و صفره. پس رسم کردن اینا به درد معادله، نامعادله، تو حد، تو پیوستگی و تو سوالات مشتق و برای مشتق پذیری که تو ادامه سال خواهیم دید. پس اینجا میتونی اینا رو رسم کنی. خب من همینجا بچه ها گفتن ریویو کنم، میگم باشه. اول با چی شروع کردم؟ جزء kx، جزء kx. بیام یه دونه رسم کنیم. بچه ها مثلا چی دوست داریم رسم کنیم؟ چی دوست داریم؟ اردم شما بگو تا بچه ها بگن صبح شده. یه جزء kx به من بگو. جزء kx جزء مثلا 5x. جزء 5x. جزء منفی 5x. یه دونه اینو میذارم بعد منفیشم میزنم توش ببینیم. جزء 5x. خب؟ ما که وقتی میگیم جزء 5x رنگش عوض کنم بچه ببینه. ببین نگاه کن اندازه ها چقدر. جزء 5x یه پنجم، یه پنجم، یه پنجم، یه پنجم. نور خوب نی؟ یه پنجم، یه پنجم، یه پنجم. فقط مشکل این پلتفرمایی که نرم افزارهایی که میان نمودار رو رسم میکنن اغلبشون اینه که نقطه تو خالی توپر نمیتونن بفهمن. نقطه تو خالی توپر ما درک داریم، گفتیم چی؟ نوک پله توپر، یعنی اینجا نوک پله توپره. خب اینجا رو ببین، الان میبینی میپره بالا، میام ته میپره بالا، اینجا رو نمیفهمه، زرت میپره بالا، اینجا تو خالی است شو افتاد. پایین نوکا توپره، این نوک پله ها توپر. اندازه پله هم یه پنجم، یه پنجم. اردلان گفت آقا منفیش هم بگو. خب بیا یه دونه منفی هم میزن. پله میشه همون یه پنجم یه پنجمی ولی نزولی، بازم نوک پله ها توپر. نکا اینجا نوک پله ها توپر، نوک پر، این طرف پله ها خالیه. مثلا دیگه چی داشتیم تو اینا؟ جزء اف ایکس ما گفتیم رسم کنیم. مثلا چی بود؟ جزء چه میدونم ایکس دو، یک ایکس دو، یک ایکس دو بذاره جزء ایکس دو. این جزء ایکس دو نما شکلش اینطوری. سبزم انگاه خوب نمیافته روش. جزء ایکس دو ببین اندازه رو ببین. این اندازه بچه چقدره؟ اینجا چنده؟ یک. اینجا چنده؟ منفی یک. طول بزرگترین پاره خطش چقدره؟ دو واحد. خب اینجا چقدره بچه ها؟ راجع به اینم حرف بزنیم بچه ها آگاهشن. اینجا که یکه، اینجا به نظرتون چقدره؟ این طوله چقدره؟ رادیکال دو. چرا؟ چون رادیکال دو به توان دو میشه دو. صحیح کننده ها، بحث صحیح کننده هاست نه بحث صحیح ها. ورودی های صحیح کننده نه صحیح ها. اینجا رادیکال دوه. بچه این یکی چنده؟ این طول چنده؟ این یعنی تقریبش هم هست. رادیکال سه. بعدی چنده؟ رادیکال چهار. بعدی رادیکال پنج. بعدی رادیکال شیش. و الاخر این بر منفی رادیکال دو، منفی رادیکال سه، قرینه هاش. این هم برای جزء اف ایکس. یه نمودار دیگه داشتیم اف جزء ایکس. مثلا جزء ایکس چه میدونم به توان دو. یادتونه گفتم اول ایکس دو رو رسم کن. ایکس دو رو که رسم کردی بیا این خطوط قائم رو بزن. نه این ایکس دوش، ایکس دو رسم شد. اون خطوط قائم رو بزن هر جا قطع کرد تا بعدی حق با این. نگاه کن قطع کرد حق با این، قطع کرد حق با این. بعدیش هم نگاه کن همینجوری ادامه بده. قطع کرد تا بعدی حق با این، حق با این. هر نموداری میخواد باشه باشه. اینم از این. پس یه دونه جزء اف دیدیم، جزء کا ایکس دیدیم، جزء اف دیدیم، اف جزء سعی دیدیم. یکی دیگه دیدیم چی بود؟ اف ایکس منهای جزء اف ایکس. مثلا رادیکال ایکس منهای جزء رادیکال ایکس. ببین یادت میگفتم برش برشش کن. این خود رادیکال ایکس. خوشش این خود رادیکال ایکس. رادیکال ایکس رو رسم میکنی؟
این رادیکال ایکسه. برشاتو میزنی صفر تا یک خودش هست، بقیه تلپ 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 برش میخورن میافتن تو نوار صفر تا یک. اینم شد اف ایکس منهای جزء اف ایکس. اینم اوکی. یه نمودار دیگه داشتیم، چی بود؟ اف ایکس منهای جزء ایکس. اف ایکس منهای جزء ایکس. کچلیم؟ خب چی مثلا بنویسیم؟ چون بگم؟ بگو یه چیز بگو. تابت رو بگیر یک ایکسوم. یک ایکسوم خودم دستی رسم کردم. بذار اینجا هم دوباره رسم کنم. آره بذار دوباره رسم کنم. یک تقسیم بر ایکس منهای من پاش رو برده تو چیز مخلاش. آره آره خواهم اونجا بشه جزء ایکس. یادتونه اینجوری دستی کشیدم گفتم آبی کشیدم گفتم میاد کنار هم. بذار اینجا هست. اینجا بود. کجاست؟ نه تو همون کشیدم. این که اینه اینا ها یادت گفتم؟ این همون اینا. فرم مرام مهمه، فرم مرام مهمه که تونستم بفهمم. یا هر تابع دیگه که به من بدن میتونم تو این ساختار با این دستورا بیام و رسمش کنم. نکته ها و تریک های دیگه وجود داره واقعا. چاکریم. هم نکته های دیگه هست، هم یه ذره خاص‌تره، هم یه ذره سخت‌تره، کم کاربردتر و سخت‌تره. من نخواستم دیگه بیشتر از این گیجتون کنم، ولی شک نکنید دونستن اینا یه کمک خوبی بهتون میکنه برای اینکه بتونین یه سری سوالا تو مبحث‌های مختلف مثل برد گرفتن‌ها، خیلی تو برد اومده، تو دامنه گرفتن‌ها، تو ترکیب توابع، تو اعمال جبری، تو تاب وارون‌ها، خب تو اینا میتونه بهتون کمک کنه، تو مثلثات، تو حد پیوستگی و همه جاهایی که ما با تابا کار داریم ممکنه رد پا اینا پیدا بشه، تو کنکورها هم وجود داشته. امیدوارم حالتون خوب باشه. اگر تونتون گفتم و اذیتتون کردم و سخت بود و اینا، خیلی مخلصیم دیگه، همینی که هست کاریش نمیشه کرد. حالتون خوب باشه، تا هفته بعد، خدافظ. خیلی خسته نباشید. چاکریم. واقعا خستگی ناپذیری. مخلصی. بچه‌ها یه نکته که بعد بچه ها بگم اگر امکانش هست بچه ها نرن. آه بچه ها یه چیزی من باید بگم. آره. باز اطلاع رسانی قطعی میشه توسط هم پیج و چنل و اینا. آره. اینسا. آره. و یه بار استاد بگه، یه بار من خودم بگم. بچه ها یه تغییری تو برنامه تو لایو اتفاق افتاده که به خاطر منه، این تغییر از سمت منه، مجموعه همکاری کرده قبول کردن تغییراتی که من خواستم و ساعت لایوامون از سه شنبه ها ساعت هفتی که شروع میشد تغییر کرده به پنج شنبه ها ساعت چهار الا پنج و ربع. ایشالله هفته دیگه پنج شنبه من میبینمتون. با قدرت، سلامت، کیف و کوک باشید. مخلصیم. خدافظ. عزیز من بگم بچه ها دیگه از اون هست شنبه ها دیگه هفته دیگه سه شنبه اومدیم سر کلاس، ولی از اینجا بعد دیگه سه شنبه ها سر کلاس های حالا ریاضی و حسابان نیستیم. موکول میشه به روز پنج شنبه ساعت چهار. و اینکه اطلاع رسانی کنیم بچه ها و ما هم اطلاع رسانی میکنیم تو پیجمون. امیدوارم که موفق باشید. شبتون بخیر. خدا یارو نگهدارتون. نگران آیندتی، دلشوره داری تو هر حالتی، نمیدونی چی خوبه چی بد.